الله الرحمن الرحیم به نام و یاد خداوند بخشنده و مهربان سلام و درود تقدیم به شما بیننده های عزیز و محترم دوستان خوب فارسی زبان در هر کجا که هستید و برنامه خودتون برنامه زنده روشنا رو از تلویزیون جهانی هادی نگاه میکنید ان که همیشه سهدمند و سلامت باشید و به یک سلام تقدیم به دوستای عزیز ما در غرب کشور که امروز صبح و ظهر های متعدد رو تجربه کردید انشالله که حالتون خوب باشه شما و فامیل و اقاربتون انشالله سلامت و جانجور باشید و زلزله و یا حوادثی از یک قسم را ما و شما میدانیم که اینها آیه ها و نشانه های خداوند است برای که همیشه هوشیار باشیم که هر چقدر هم که زور بگیریم هر چقدر هم که توانمند باشیم باز هم دست خداوند بالای همه دست هاست باز هم آرزوی ما سهدمندی و سلامتی برای شما عزیزان و دوستان است امروز 15 میزان و چار دوست آغاز هفته و در این روز بسیار زیبا و دلنشین خزان مهمان خوب ما خانم دکتر رضایی بزرگوار هستن سلام علیکم خانم دکتر بسیار زیاد خوش آمدید بسم الله الرحمن الرحیم من خدمت شما همکار محترم و همینطور هم بینندگان عزیزی که در این ساعت و لحظات برنامه می سلام عرض میکنم باروزه سلامتی سعادت و سرور همیشگی و جاودانگی دارم برای همه عزیزان انشان. امیدواریم که خداوند این توفیق رو به ما بده که از همه نعمات او به خصوص از نعمت سلامت بهترین استفاده ها رو ببریم و همیشه شکرگزار باشیم به خاطر اینکه سلامت نعمت بسیار بسیار ارزشمندی است دلست. که همه ویژگی های مثبتی که در جهان هست و همه فضیلت هایی که انسان می تواند کسب بکند یکی از الزاماتش است که سالم دلست. و سلامت باشد خدا ان سلامتی رو به همه ما ارزانی داشته ان حفظ بگرداند و احیانا ما از دست از عزیزانی که لحظه بیننده برنامه ما هستند و خدای نکرده مشکل یا کسالت یا بیماری دارن خدا ان همه اونها رو هر چه سریعتر لباس عافیت بسیار تشکر از دکتر و بسیار تشکر از گفته بسیار زیبایی که در ابتدای برنامه آغاز برنامه داشتید بینندگان عزیز و محترم شماره تماس برنامه زیر نویس شده میتونید که همین الان هم از طریق واتساپ و تلگرام با همکاران ما در ارتباط شوید اگر کدام سوال از کارشناس امروز برنامه و یا دیگه کارشناسان برنامه روشنا دارید برای ما از طریق واتساپ و تلگرام سوالات خودتون را کنید حتما ذکر کنید که مرتبط با کدام برنامه برنامه روشن و کدام کارشناس است نام کارشناس را بنویسید تو انشالله به سوالات شما عزیزان پاسخ داده شد و انتقادات و یا پیشنهادات شما را ما با خوشحالی پذیرا هستیم برنامه خودتان است تعلق به شما داره و ما سعی میکنیم برنامه به بهترین شکل پیش برای او رقم که شما دوست دارید انشالله. اما بدون فوت و وقت من زیاد وقت نگیرم خواهم دکتر شما بفرمایید برای دوستان عزیزی که تا نه به جمع پیوستند یا عزیزان که بالاخره میخواین که یک مروری از برنامه گذشته داشته باشید که موضوع چی است و باز به سراغ ادامه بحث باریم. بله بسیار حمالی همونطور که عزیزان ما بینندگان عزیزی که به صورت مستمر و هفتگی برنامه رو میبینن و موضوع رو دنبال میکنن ما بحث انتقال ارزش ها و به عبارتی در فرایند تربیت ارزش رو آموختن و به عبارتی ارزش ها رو انتقال دادن به خصوص به صورت خاص به اطفال و به کودکانمون بحث ما ایست خب به صورت طبیعی اول لازم است که ارزش رو تعریف کنیم ارزش رو تعریف کردیم خدمت عزیزان و بعد گفتیم که چه اهمیتی داره ارزش ها و در صورتی که احیانا در فرآیند تربیت این انتقال ارزش اتفاق نیفته چه مشکلاتی برای اول برای خود فرد و در نهایت برای جامعه او پیش خواهد آمد بعد رسیدیم به خب ما ارزش ها رو بیان بکنیم در جلسه قبل ما دو ارزش را خدمت عزیزان توضیح دادیم و چه فایده ای که داره و احیانا به چه شکلی می شود این ارزش ها را به فرزندان خودمان انتقال بدهیم. و این هفته انشالله دو ارزشی دیگر خدمت عزیزان ارز خواهیم کرد دو ارزشی که همانطور که ارزش های قبلی بحث ما در جلسه گذاشته یکی صداقت و ها. راستگویی را و بعد جسارت را خدمت عزیزان توضیح دادیم و گفتیم که تقریبا یوتا گاهی وقت‌ها با هم ترکیب هم میشن بله. که واقعا همراه کسی همراه جسارت را داشته باشه و جرأتی را داشته باشه که از حق و حقیقت و راستی و درستی دفاع کنه این هم دو تا ارزشی را که خدمت عزیزان بیان می‌کنیم همین قسم است یعنی می شود گفت در بسیاری از جهات اینها با هم ترکیب میشن و ترکیب اینها او ارزشمندی خود انسان را میرسونه متأظباب تقدم به تاخر یکی می شود گفت که جلوتر از دیگری باید مم. اتفاق بیفته و ارزشی که امروز خدمت عزیزان در موردش صحبت خواهیم کرد ارزشی است تحت عنوان آینده نگری یا هدف داشتن و هدفمندی که البته می شود باید گفت که هر دو تار، هر دوی این مفهوم تقریبا یک معنا رو میرسانه ببینید ما در روایتی از وجود نازعین امیر المومنین علیه السلام, السلام داریم که حضرت میفرمایند قدر المرعته به قدر همته ارزش هر انسانی به عبارتی میزان ارزشمندی هر آدمی به اندازه همت است حالا همت همت رو ما معمولا چی تعریف میکنیم تلاش کردن برای رسیدن مثلا ببینید تلاش بله بله. یک انگیزه به عبارت یک حالت درونی است که ما به پیش خود خود تصور میکنیم که خب حالا من هر چقدر که لازم هست تلاش میکنم اگر احیانا هم دوچارش به عبارتی مشکل شدم باز هم همت همیشه بر اساس این ما در روایت حضرت اشاره میکنن که ارزش هر انسانی به اندازه همت اوست و همت داشته اصلا معنی همت زمانی تحقق پیدا میکنه که هدفی وجود داشته باشه من برای رسیدن به یک هدف همت میکنم تلاش میکنم و زحمت میکشم دومین ارزشی که ما امروز میخوایم بگیم تلاش همی بحث تلاش کردن و سخت کوشی است حالا من مقدمتا اول هدف مندیره و همت به عبارتی همو خرج کردن همت برای رسیدن به یک هدف خاص رو یا به عبارتی دیگه آینده نگری داشتن رو. شاید برای بسیار از والدین ما میگه خب من طفلم سه ساله چهار ساله پنج ساله حتی ده ساله دوازده ساله آینده نگر یعنی هدف یعنی چی اصلا بچه می اصلا هدف رو چی میفهمه اصلا آیا ضرورتی داره الزامی داره من میگم که نه ببینید ما از ابتدای اصلا خلقت ما همراه با هدفمندی است یعنی ببینید از ابتدایی ترین به عبارتی مراحلی که در فرایند رشد از آغاز مرحله لقاه اتفاق میفته که یعنی ترکیب و گسترش و تکثیر سلول ها در رحم مادر بر اساس یک هدفی است یعنی مرحله به مرحله اهداف بالاخره در نهاد انسان وجود داره مثلا هدف عمومی انسان ها همه خانواده چه این هدف را به زبان جاری کنن چه نکنن است که اولادم کلان شوه باز خودش ازدواج کنه اولاددار شوه و او روند زندگی خب پیدا کنه دکتر ببینید یک وقتی هست که حالا مثلا مثالم برای بحث خود فرایند رشد قبل از تولد طفل بود اونا میگیم که خب یک به عبارتی بر اساس فرایند زیست و تکامل بشری اتفاق میفته ناخودآگاه یعنی جنین چه بخواهد چه نخواهد در مثلا دو ماه اول اینقدر رشد میکنه ای اتفاقات میفته بلده. در دو ماه دوم در سه ماه اول سه ماه نه همین که شما گفتی بسیار از خانواده مثلا میگی که خب کلان میشه دیگه طبیعی دیگه م... یعنی چه بخوام چه نخوام اول این ای میافت. اتفاق میفته اول مثلا چرقاوک میکنه یکم که کلونت... جلوتر کی شد مثلا در یک سن خاصی شروع میکنه به راه رفتن بعد از او آیستا سر میره بعد میده و بعد از او دویدن تعادل پیدا میکنه میتونه مثلا یک پا بازی کنه و مثلا بعد از او اتفاق میفته حالا به قول شما 6 سال 7 ساله میشه خب مکتب میره مکتب و حالا یا درس خوان یا نخوان کلانتر میشه. میشه جوان میشه جوان میشه ازدواج میکنه صاحب اولاد میشه و نه این مقصود نیست مقصود از هدفمندی حالا مثلا گاهی وقتا ممکنه که همو خدمت شما کردم که برای بعضی از خانواده برای بعضی از مادرها میگن خب که چی اصلا چه ضرورتی داره مم. اول میخوام به ضرورتی بپردازم هدفمندی برای انسان الزامش است که آدم اگر هدف نداشته باشه زندگی او با زندگی جانب دیگر موجودات زنده و جانوران هیچ تفاوتی نداره به خاطر که ببینید گیاه هم بر اساس هم و اساس خلقت خود شما یک دانه لوبی رو خاک میمانید مهم. بعد یک کمکی لوازم اصلی مثل مثلا ما به بچه میگیم خب ببینید اگر برای یک والدین برای یک پدر و مادر تمام تلاششان فقط تأمین خورد و خوراک و مسکن و پوشاک باشه عین همون کاری که یک گیاه میکنه شما به گیاه نور بدید آب بدید و خاک مناسب برای او تهیه کنید خود به خود رشد میکنه درست. خب اگر قرار است من این موجودی که اشرف مخلوقات هستم تبارک الله احسن الخالقین هستم من هم همه اهدافم فقط در همین کلان شدن و رشد کردن و خوردن و خوابیدن و مثلا فرض بر مثال فقط تامین خوراک و پوشاک و مسکن او باشه خب پس ای تفاوت این تفاوت ما با بقیه موجودات زنده چیست برتری من یه ای ارزشمندی این کمال من اگر فقط در همین باشه تفاوتی تفاوت با حالا که ما داریم که این تبارک الله احسن الخالقین و ای که انی جاعل فی خلیفه خداوند تبارک و تعالی که من جانشین در زمین انتخاب میکنم بعد اینکه ویژگی متفاوتی داشته باشه دقیقا دلیل پویایی ما دلیل فصل و برتری ما نعمت خداوندی عقل است ولی عقل و این تفکر و این موهبت اندیشیدن زمانی ارزش پیدا میکنه که برای او اندیشیدن و برای عقل ما هدفی داشته باشیم یعنی اگر قرار است که من به عنوان یک پدر و مادر بگم خب ای مم. الان مثلا به مثال خب ای که همینطور رشد میکنه دیگه ای که این مسیر میره یعنی چیه حالا اگه هدف هم نداشته باشه همون کارو میکنه اگه نه حتی خانم بیانی برای روابط اتفاقات خیلی ساده برای همین روند رشد اگر یک مادری برای حرکت کردن فرزندش هدفمند رفتار کنه من که خوبی بچه اول به قول معروف چارقوک که خواد کرد بعد دستش از دیوار میگیره بعد آهست استا آهست رو پاش میشه بعد آروم آروم قدم قدم ور میداره بعد یاد میگیره که از رازینه بالا پایین شه پله ها بالا پایین بره بعد یاد میگیره که بدوه خب اگر هم به عنوان یک مادر همین اتفاقی که در فرایند رشد جسمانی اتفاق میفته من هدف من به این قضیه نگاه کنم یعنی من مادر برای مهم باشه که الان طفلم هش ماه شد یعنی از ماهگی برای او هدف داشته باشم که من کاری بکنم که رشد حرکتی طفل ما که هر... مثلا رشد حرکتی پایین تنه او که حرکت پاها باشه سریعتر اتفاق بیفته اتفاق سریعتر میفته اگر بقیه فرزندان مثلا بلمان سال اگر فرزنده مثلا ممکن است که در یک سالگی و دو ماهگی در یک سالگی مثلا شروع کنن به حرکت کردن و بر اساس یک هدف و برنامه مشخص من مادر میتوانم کاری بکنم که بچه ای در نه ماهگی در ده ماهگی شروع کنه به راه رفتن یعنی همون فعالیت جسمانی ره همون که اتفاق میفته باز سوالی که به ذهن من میرسه سخام دکتر که باز بعد از میان برنامه شما ان جواب بدین است که خب ما روایت هایی داریم که میگه از آرزوهای بلند پرهیز کنید خب آرزوی بلند به ذهن میرسه نه هدف که بگذار که زندگی بگذاره همون رقمی که بسیار طبیعی ترم شده است هر کسی خب باز بعد انشالله. از میان برنامه شما هستیم بینندگان عزیز و محترم بعد از یک میان برنامه ان شاء در خدمت شما خواهیم بود بینندگان عزیز ما شما برنامه خودتان برنامه زنده روشنا را رو از تلویزیون جهانی هادی نگاه میکنید و ما همچنان گفتگو میکنه با کارشناس محترم برنامه خانم دکتر رضایی با بیان اه اهدافی که ارزش هایی که پدر و مادر باید تلاش کنند که به نسل خودشان و با اولاد خودشان انتقال بدن در خدمت برد. شما شما خیلی خوبی کردید خانم ببینید ما چند تا واژه داریم که ممکن است فکر کنیم که اینا هم معنی هستن ولی کاملا با هم فرق کن من به سه تا حالا متوجه که وقت برنامه بسیار کوتاه است به سه تا واژه اشاره می ما یک آرزو داریم یک خواسته داریم یک هدف که اینا طبقه بندی شده یکی پس از دیگری اتفاق میفته شد اشاره خیلی زیبایی هم داریم که به عبارت یک اصطلاح ساده میگن فلانی خیال پلو میزنه یعنی آدمایی که دقیقا این آرزو او به عبارتی تمایل یا چیزی است که خواسته است که من دارم ولی در حال حاضر و به طور و کلی برای من غیر قابل دسترسه از طرف نکته مهمش است که خودم هم اگر به او دسترسی پیدا نمیکنم برای من رنج ایجاد نمیکنه یعنی نداشتن او برای من ایجاد رنج نمیکنه مثلا کاش ما بال می داشتم کاش ما بچه مثلا فلان رئیس جمهور می بودم کاش ما در فلان کشور متولد می شدم کاش ما فلان قسم مثلا شکل می داشتم مم. کاش ما پوستم ای رنگ می بود کاش ما قیافه می بود اینا حالا الانم که همین لحظه که کاش میگم همین لحظه که ندارم مثلا خوب این تأکیدی که شده که به سمت اونها یه یک حسرتی دلت میگذاره منتها نکته جالبش اینجاست که گاهی وقتها یعنی اساسا ما وقتی که بررسی می کنیم تاریخ بشری رو اکثر قریب به اتفاق انکشافات و اختراعات و ابداعات بشر زمانی آرزو محسوب می شده دلست. ولی زمانی که وقتی کسی آرزو مثلا آرزوی پرواز داشتن آدم ها آرزوی پرواز داشتن که پرنده ها بال در بیارن و حرکت کنن آرزو باید یک مرحله بیاید شکسته شود به عبارتی پایینتر و در دسترستر قرار بگیره تبدیل به خواسته بشه خواسته او چیزی است که من میخوایم برای داشتنش به عبارتی او دوست دارم که او رو داشته باشم و اگر نداشته باشم ازیت میشم یعنی او حسرت او احساس نیاز شدید او ای که مثلا واقعا به آزار آزار میبینم اذیت میشم که وقتی مثلا فلان چیز ندارم حالا دلیل ای که ندارم مرا وادار میکنه که او رو تبدیل به هدف بکنم برای خودم یعنی زمانی که ما آرزوهامون رو به خواسته ها تبدیل کردیم و خواسته ها رو به هدف هدف چیزی است که تفاوتش با آرزو است هدف چیزی است که امکان رسیدن به وجود داره مم. من تمایل شدید دارم که او رو به دست بیارم و اگر به دست نیارم ناراحت میشم و زمانی او رو به دست خواهم آورد که برایش برنامه داشته باشم یعنی خواسته او چیزی بود که من فقط میخواستم از نداشتنش هم اذیت میشدم ولی هیچ برنامه‌ای براش نمیریختم تا هدف دقیقا تفاوتش ایست که هم میخوایم همه وقتی که به دست نیارم برای اذیت میکنه و من یک حسرتی به دل میشین و برای رسیدن به او برای خودم چی میریزم برنامه رزی میکنم این نکته مهمی است که رشد و پیشرفت و توسعه هم در شخصی فردی و هم در هیته اجتماعی در گروه است یعنی جوامع هدفمند جوامعی که در فرهنگ اونها هدفمندی آینده نگری تق... ببینید ای به عنوان یک ارزش محسوب میشه و والدین همه هم مقام میشن این به بب... فرزند خودشون انتقال بدن حتی برای امور راه رفتن اگر ما بچه یک, یک سال و دو ماهی دارم و او آهسته آهسته حرکت میکنه تلاش برای تشویق کردن او که بیشتر بکنه. وجود داره خانم دکتر که همین الان در مثلا کشورهای غربی هم مطرح شده انسان هایی که خب خیلی آینده نگر هستن خیلی هدف گذاری زیاد دارن اتفاقا تلاش هم میکنن برای رسیدن به هدفشون خب باعث میشه که از لحاظ روحی همیشه استرس داشته باشن اه. همیشه در عذاب باشن دائما در تکاپو هستن یک لحظه به قول ما دم راست نمیکنن پس در برابرش مثلا میگه در لحظه زندگی در لحظه زندگی خب در لحظه زندگی کردن تناقض تضادی با هدفمندی نداره زمانی ببینید مش... مشکل کجا ایجاد میشه خان بیانی اینکه ما جامعیت انسانیت خودمان رو زیر سوال ببریم اگر همه هدف های ما تمرکز در اهداف مالی داشته باشه اگر همه هف... اهداف ما فقط مربوط به کارم بشه اگر همه اهداف ما فقط مربوط به علم و دانش و تحصیل و مدارج بالاتر علمی باشه خب بله همون حسرتی است همون استرس که شما میگید من حسرت چرا و اگه اگر نگاه جامع به زندگی داشته باشیم ما آدمی هستم که برای سلامت جسمانی باید هدف داشته باشم برای سلامت روانیم باید هدف داشته باشم برای سلا... رشد اقتصادی باید هدف داشته باشم برای رشد علمی خودم باید هدف داشته باشم برای روابط اجتماعی و توسعه روابط انسانی و روابط بین فردی خودم باید هدف داشته باشم اگر یک آدمی در حیطه های مختلف زندگی خودش برای خودش هدف تعیین بکنه و هماهنگ با هم همون غلط که برای تحصیل زحمت میکشه همونقدر برای داشتن ام. تفریح و لذت هم زحمت بکشه اگر او در طول هفته است که 5 روز درس میخونم یک روز قطعا در خانه میمونم با خانواده ام با پدرم با مادرم با همسرم با فرزندانم رابطه برقرار میکنم یک روز فقط برای خودم میمونم میرم تفریح میکنم مثلا کوهنوردی پیاده روی مثلا ورزش های سالم این میشود هدف گذاری که همه ابعاد وجودی ما در نظر میگیره اون که شما اشاره کردید که نکته درستی هم هست و در اکثر جوامع پیشرفتمی اتفاق افتاده ایست که هدف ها فقط منجر به یک در هیته یکی از ابعاد زندگی فقط هدف مالی است فقط روش اقتصادی است فقط سرمایه گذاری فقط به دست آوردن ثروت بیشتر مم. یا حتی قدرت بیشتر اگر فقط به یک جنبه از زندگی توجه داشته باشیم و همه هدف های ما فقط در همون بسیر باشه طبیعتا انسانیت خود زیر سوال بردیم ما هم مثلا نیاز به تأمین مالی دارم هم نیاز به محبت دارم هم نیاز به عاطفه دارم هم نیاز با هم بودن دارم هم نیاز به دارم که لذت ببرم یعنی یک ترشح یک سری از هورمون ها در بدن من زمانی ایجاد میشه که هیجان به من برسه زمانی که تمام تلاش من فقط و فقط برای رسیدن به یک مثلا انجام دادن یک کار روتین و همه هیجان من منجر ختم میشه به ای که پول ثروت پول ثروت جایگاه و مقام هیچگاه معنی محبت خالص رو درک نمیکنم چرا اصلا وقت نمیذارم برای درک کردن این در واقع میشه گفت که هدف گذاری ها اشتباه هستن اگر هدف ما یعنی به عنوان یک انسان همه ابعاد وجودی خودمون رو ببینیم و برای همه ابعاد وجودیمون هدف گذاری کنیم قطعا خوشبختی و سعادت و ارزشمندی ببینید هدف معنوی من خیلی وقتها یک سری از مثلا دانشوهای سر سنف میکنم که ببینید گاهی وقتها رابطه قوی داشتن با خدا و بالا بردن بعد منوی ما کار خیلی سختی نیست مم. تا مثلا ببینید انسان هدف یک روایتی از محسوم علیه و سلام هست مؤمن و کیس مؤمن زیرکه بعد من همیشه مثال میزنم این یکی از زیرکی است که ما داریم که نوافل رو در روایت از اون صادق داریم که هر کس نماز نافل رو مثلا اینقدر ثواب داره بعد من همیشه به دانشجو سر کلاس میگم ببینید یک زیرکی یک هدف گذاری میخواد نافل نافله نماز نافله شما در هر حالتی میتونی بخوانی اگر کسی هدفش بالا بردن بعد معنوی او باشه با هدف گذاری که ما بعد معنویش میتونه در طول شبانه روز همینطور که مثلا در حین کار کردن اصلا خانم خانه در حین خواندن نماز نافله شبش میخونه در حال تیار کردن نان چاشته ولی چون ببینید با هدف ارتقای بوده معنوی میتونه در حین شستن رخت و کالاش صلوات خب بفرسته خب خیلی وقت ما هدف گذاری برای زندگی ما داریم مم. و به نظر خودمون هم هدفمون معقول و خوب و مناسب است و حالا جنبای مختلف را هم مد نظر میگیریم ولی نرسیم به هدف خودمون خب خوب خوب خوبیش هم نیست اصلا اساسا همین ببینید شما وقتی هدف داشته باشی و در مسیر هدفت گام برداری و یک زمانی او هدف نرسی تازه برای شما کاشف و عمل می که این راه که تو میروی به ترکستان است مسیرت را ام. تغییر ام. بده ما, ب... ما به تنهایی ببینید تجربه من خودم شخصا مثلا این قسمتی چیزی که قبل از هدف گذاری همین یکم فکر کنیم مسیرهایی که دیگران رفتن و سرشان به دیوار خوردن من نرم چه حالا اگر با... بر... برای خودم برنامه‌ریزی کنم بعد مسیر خودم که برنامه‌ریزی کردم بعد وقتی که یک بعد از تلاش یک مدتی یک ماه دو ماه یک سال دو سال ام. بینه، خب نکته مهمش همون جمله معروف ادیسون 300 چند بار آزمون کردم آزمونش کردم خطا کردم فهمیدم که 300 چند بار دیگه این مسیر رو دیگه نرم سی صد... مثلا 313 بار اگر تلاش کردم حالا مسیر 314 هم را انتخاب می‌کنم. اگر هدف داشته باشیم بالاخره به مقصد خواهیم رسید درست است، درست است. اگر شما الان خانم دکتر مثلا یک یا دو راه اصلی برای رسیدن به هدف بخواید پیشنهاد کنید و بینندگان ما چی را ببینید در اصول تربیتی که من احساس می کنم اگر من به عنوان یک مادری که در قرن 21 زندگی میکنم و تمام تلاش این است که بهترین ارزش ها رو به فرزندم انتقال بدم و هدف گذاری رو به او یاد بدم یکی از اهدافی که ما باید فکر میکنم در جامعه امروز به فرزندانمون یاد بدیم او هدف است که تلاش کن برای اینکه انسان خوبی باشی متاسفانه در جامعه ما خانم یعنی همه ارزش ها زیر به قول معروف سیطره قومیت مذهب خانواده ایل تبار یعنی ببینید ما در جامعه ما یک, یک قسمی است که خب قبل از اینکه طرف به خودش ارجاع بده وقتی از او میپرسید تو کی هستی قبل از اینکه بگم من فلانی هستم این توانمندی ها رو دارم این رقم این رقم این رقم ای ویژگی ها رو دارم این فضایل و کمالات اخلاقی رو دارم ای میگه که من من فلانی هستم فلان قومیت دارم بچه کاکایم کیست بچه خالیم کیست ببینید یعنی به نحوی انگار او اصل این که ببینید ما تلاش نیست که مهم این است که به عنوان یک پدر و مادر تلاش کنیم که به فرض من اینمی هدف ره. تلاش کن انسان خوبی باشی برای خودت تلاش کن که یک چیزی به دست بیار حالا یکی تو متصل به کدوم قوم هستی متصل به کدوم قبیله هستی پدرت کیست و مادرت کیست و کوکایت کیست و فلان نه تو خودت چی داری یک مقدار فردگرایانه نمیشه یعنی دائما نگاه فرد به خودش باشه دیگه بطرافیانش ببینید همون ضرور فارسیست فارسی است که گیرم پدرتو بود فاضل از فضل پدر تو را چه حاصل فز... تلاش ما ای باشه که به فرزندمان آموزش بدیم سعی کن خودت در وجود خودت فضیلت ها را ایجاد کنی بسیار از چیزها مثلا اینکه تو زیبا هستی فضیلت نیست خب بخاطری که تو خود تاثیر نداشتی تو،, تو انتخاب کردی که یه قسم زیبا باشی حالا اگر زی... علاوه بر که زیبایی صورت داری زیبایی سیرت داشته باشی خوش اخلاق باشی مم. خوش برخورد باشی این فضیلتی است که خودت برای خودت داری تو به دست آوردی اینا دیگه هم زمان با تولد و این ویژگی های جسمانی و خداداد نبوده این خودت تلاش کردی اینو به بچهای من بیاموزیم که تلاش کن که ان، یعنی انسان انسان خوبی باشی این خودت زحمت بکش و تلاش کن که ورای همه و ویژگی های مثبت نه که فقط و فقط خودت نه ما معنی توکل رو در مسائل مسائل اعتقادیمون داریم همه تلاش های تو با توکل بر خدا طبست. ولی در جنبه فردی شیست که تلاش کن که انسان خوبی باشی بسیار عالی بسیار زیاد تشکر از شما خانم, میکن. شما خانم. فکر می کنم یک میان برنامه رو باید ببینیم باز بعد از اون در خدمت شما خواهیم بود بینندگان عزیز و محترم اگر کدام سوال از کارشناس و محترم برنامه خانم دکتر رضایی دارید همین الان هم از طریق شما تلفن هایی که زیر نویس میشه میتونید که با ما در ارتباط شوید برنامه گذشته را هم میتونید که از طریق سایت تلویزیون جهانی هادی و فضای مجازی مثل آپارات و یوتیوب ببینید انشاءالله استفاده بکنید بعد از میان برنامه برمیگردیم سلام مجدد تقدیم به شما بیننده های عزیز و محترم و یک سلام هم تقدیم به شما عزیزانی که نو به جمع بینندگان برنامه زنده روشنا پیوستید عزیزان و بزرگواران امروز گفتگو میکنیم با کارشناس محترم برنامه خانم دکتر رضایی و خانم دکتر برخی از ارزش هایی که ارزشمند هستن برای که انتقال داده به نسل های بعدی را در مورد با ما میکنه خانم دکتر در خدمت تشکر از شما خب ما ارزش هدفمندی آینده نگری رو توضیح دادیم دومین ارزشی که امروز انشالله با بیرندگان عزیز در میان خواهیم گذاشت ارزش سخت کوشی تلاش و پشتکار قبل که از اینکه مزد بله. ارزش بعدی بریم برای ای هدفمندی آی شاخصه وجود داره که بگیم اگر هدف منی رقم باشه پس ارزشمند است و باید داشته باشه اساسا من این مثال میزنم فرض بگیرید که مادری رو در نظر میگیریم که این مادر یک طفل سه ساله دار خب برای این که اصلا همین بحث هدف مندیره من به عنوان یک مادر چه قسم هدف مندیره به فرزند خودم انتقال بدم به عنوان یک ارزش کودک ما خب طبیعتاً یک سری ویژگی های توانمندی ها داره استعداد ها داره و یک سری نقص ها یک سری از نقص ها ممکن است نقص های بسیار بنیادی باشه در وجود طفل ما یک سری نقص ها ممکن نقص نباشه عدم توانمندی باشه به خاطر که یعنی هنوز به سمت تمایل پیدا نکرده یا تلاش نکرده به عنوان مثال طفل سه ساله ما اون فرض بگیرید شروع میکنه به بازی کردن یک توپک دستش است در حال بازی کردن توپ رو میزنه مثلا فرض کنید که میخوای یک مسیر مشخصی بزنه ولی اون مسیر نمیخوره هر که تلاش بیشتر میکنه بعد یک آن شروع میکنه به گیران کردن باید خشم بسیار زیادی با یک عصبانیتی میگه مادر هر چقدر من هر کار میکنم می توپ او به اوج نمیخوره یا مثلا میایه کاغذ رو میاره مداد رنگی را میاره مثلا قلمو رو میاره میگه مادر نقاشی بکش میگم که خب مثلا یک نقاشی یک نقاشی نسبتا خوبم که مادر رو هستم طبیعتا بهتر از اون میکشم یک نقاشی زیبا برای اون میکشوم میگم حالا خودت بکش بعد شروع میکنه بکشیدن قلم قلم را که با دست میگیره هر کار میکنه مثلا دو سه دفعه تلاش میکنه که شبیه اون چیزی که من بکشم نمیکشه بعد دفعه باز خشم عصبانیت میام میبینیم که منم این اولین گام برای ایجاد ارزش هدفمندی در وجود بچه است من مادر یک شکل مثلا فرض کنین یک پیشی یک گربگک کامل کشیدم روی صفحه کاغذ خب حالا می میخوام به فرزندم یاد بدم که هدفمند باش برای هر چیزی برای رسیدن به هر چیزی برنامه داشته باش خب ببینید اینم میگم که بچه برای گریه میکنی چرا اصلا بپرسیم که چه اتفاق افتاده چرا گریه میکنی میگه خب من هر کار میکنم شبیه اون چیزی که تو کشیدی نمیتونم یا مثلا پدرم توپ میزنه داخل را داخل دروازه میزنه داخل چی میشه ولی من هر کار میکنم تلاش میکنم مثلا بچه پنج ساله من 6 ساله من هر،, هر چیزی در هر سنی در هر مقطعی منظور رفتاره <تص> خب این هدف من اولین گامی که برمیدارم تکلیف را میشکنم خورد میکنم من به عنوان یک آدم بالغ او شکل کشیدم کامل بچه سه ساله من او شکل به او کامل بودنی که میکشیدم نمیتونم بکشم اول می خب اولین کار این گرما مثلا این چیزی که من کشیدم مثلا ببین یک سر داره یک دم داره دست داره پا داره خب اول بیا با هم چی رو بکشیم سرش هم بکشیم خب سر چیه گرد بیا بچه مثلا دستت بده دست تفلم رو میگیرم و به او اول تکرار و تمرین اون که گردی رقمو کشیده میشه دو بار سه بار دست می حالا گردی بکش اول ممکنه که یک کمکی نصف خط بکشه مرحله به مرحله قدم به قدم ببینید من اگر نیم ساعت سی دقیقه وقت میگذارم مم. که این حرکت به بچه میاد بدم که برای کشیدن یک گربه اولین حرکت تو باید اول سر او رو بکشید بعد تنی او رو بکشید و برای کشیدن هر کدوم از اعضای بدن او باید آها. تلاش بکنید با مرور یاد میگیره که اهداف را باید ریز, ریز کرد ریز. و دقیقا دومین عنصری که من امروز میخوام به او پردازم که تلاش کردم و پشت کرد که هر دوتا تا با هم تق... تقریبا گفتم ترکیب میشه ببینید در همین مثالی که من زدم اینکه به فرزندمان بیاموزیم همه چیز آما اصلا قرار نیست در نظام طبیعت هم چیزی وجود نداره که همه چیز رو آماده تحویل تو بدن که متاسفانه در فرزند سالاری های قرن جدید این به عنوان یک مزیت و ارزش در فرهنگ ما قلم داد میشه خصوصا در بین قشر تحصیل کرده احساس میکنن که مادر و پدر باید ضرورتا همه خدمات و امکانات و تحصیلات رو برای فرزند این وظیفه پدر و مادر اشتانم. برای که اصلا نه ضرورت به زحمت کشیدن برای که پیشرفت بکنه خب سوال اینجاست که آیا همه چیز را آماده تحویل دادن واقعا الزاما زمینه رشده ما در این نظریات روانشناسی داریم مثلا در نظریه رشد شناختی پیاژه پیاژه اصرار بر است که میگه که زمینه تغییر و یادگیری است که عدم تعادل پیش بیاد حالت طبیعی تعادل رو به هم بزنید شما چالش ایجاد کنید که او وادار بشود برای رفع چالش در خودش چی ایجاد کنه یعنی تعادل رو به هم بریزید که تلاش کنه برای تعادل ولی متاسفانه در جامعه ما در حال حاضر یک چیزی برای اتفاق افتاده پدر و مادرها و والدین همه یه تلاششون یعنی خودشون رو حاضرن فنا بکنن مبنی بر اینکه تمام چیزها آماده و مهیا باشه که به خاطر آماده بودن اینها فرزنده و رشد میکنه بسیاری از موارد گفته میشه خب مثلا حتی مثلا در مک... فرستادن مکتب دولتی یا مکتب خصوصی بله اصرار بر که مکتب دولتی چون مثلا امکانات و شرایط فلان نه مکتب خصوصی حالا ممکنه سوال اینجاست اگر که واقعا در مکاتب خصوصی امکانات و تسهیلات بیشتر باشه ولی سوال اینجاست که شاید در مکتب دولتی نیاز به تلاش بیشتری هست و در مکاتب خ... اگر و فقط و فقط هم مقمم است که کاری بکنم که زحمت ای بچه کمتر بشه دارم بزرگ میکنم شما فرمودید که هدف گذاری مهم است خب نگاه ما به هدف و نتیجه است خب به تجربه ثابت شده که در مکتب خصوصی نتیجه بهتری آید میشه و به هدف راحتتر و زودتر به هدف خودش میرسه اولاد من نسبت به مکتب دولتی اگر به شرط اینکه اگر خواهم بیانی یک واقعیت تلخیص که باید به با اعتراف کنیم خب به شرط اینکه طفل ما در مکتب خصوصی تلاش بیشتری معلما و مسئولین و مکتب خودشان تلاش بیشتری برای ارتقاء سطح آگاهی ولی اگر هدف ما ایست که در مکتب دولتی در مکتب خصوصی بچه ما میره پول میده به صرف ای که پول میده باید قدم به قدم و سنف و سنف و با قول نیم به قول معروف چارنیم ماه به چارنیم ماه حتما قبول باشه یعنی که ببینید ما دارم از همی ابتدا خشت اول را کج میگذارم به خاطر اینکه ما هزینه میکنم که این بدون تلاش آه. یا کمتر تلاش کردن شما که در راسم. هر صورتی باید تلاش و چالش باشه اساسا این رو باید یاد بدیم ام. دقیقا که نابرد رنج گنج میسر نمیشود. نمیشود مزدان گرفت جان برادر که کار کرد ولی در من رو میگم به تجربه به خاطر که متاسفانه در بارها و بارها در جلسات و مشاوری که با والدین داریم این به عنوان یک متاسفانه برداشت بسیار بد تلقی میشه وقتی که به پدر و مادر گفته میشه بگذار خود او زحمت بکشه بزن کمی تلاش بیشتری بکنه مثلا به عنوان مثال گفته میشه میگه که فلان غذا رو نمیخوره میگم که خب شما دلیلی که غذا نمیخوره چیست میگه که حساسیتی داره آلرژی داره میگه نه بعد میگم که خب ببینید والدین میگم که اجازه بدید که خود یعنی شما زحمه یک ذره زحمت بکشید اجازه بدید تلاش کنه برای اینکه یاد بگیره که باید تلاش در این زمینه کشی همیشه قرار نیست که هر چیزی که مثلا اون مثال ما الان این ای مشکل بسیار بسیار جدی هم شده خب اینکه ما تلاش کردن برای رسیدن به اهداف رو به فرزندانمون کمتر آموزش بدیم به خاطر به خاطری که به جایی که او تلاش کنه خودمان در حال تلاش کردن هستیم یعنی خب پدر و مادر ها هستن که خود دل سوزی دارن میگه اون رنج هایی که ما در زندگی تحمل کردم خب طفلم کمتر رنج را بکشه او بله او وظیفه انسانی ما هست ولی نه به هر قیمتی و نه به هر شکلی اگر هدف ما باشه آه. که او زحمت ها و زج هایی که من کشیدم تلاش بکنم که فرزند فرضا... بله هدف خوب است خب ولی شکل اجرای هدف در تربیت ما بسیار مهمه اگر به دلیل اینکه مثلا مکتب دولتی رفتم مسیر خیلی طولانی رو تعیین در،, در, طول سالهایی ام. که دوره مکتب رو میگذرم دوم پیاده میرفتم حالا بچه این رو بگم که وظیفه یعنی عادتش بودم که تحت هر شرایطی در محیطی که امنیت هست و هیچ مسئله امنیتی هم وجود نداره تو باید با سرویس بری به خاطر چی؟ به خاطر که زحمت نکشی از خانه تا مکتب رو پیاده بری بیای. حالا مکتب خصوصی یا دولتی کار نداره. ببینید این یعنی اینکه که همین قداز زحمت. یا دیدم که مثلا می شکایت میکنه که معلم بچیم ده صفحه باش. مثلا تکلیف شب داده خب بعد کسی سوال میکنه این ده صفحه چرا اذیت میشه خب چند ساعت بنویسه میگم اگر همه ای ده سفر رو با هم جمع کنی یک ساعت 60 دقیقه بیشتر طول نمیکشه آیا 60 دقیقه نوشتن مشق برای فرزند شما واقعا سخت خود ما... یعنی ببینید طفل ممکنه با این قضیه کنار بیایه ولی مادر و پدر بیشتر شکایت میکنن ایچ... ای خیلی ای معلم مثلا فرض کنید مشکلش هست که خیلی تکلیف میده شب همین مفهوم خام دکتر به ذهنم رسید که خب ما در قران از ماشن داریم که انسان را در رنج و سختی خلق لقد خلقنا الانسان فی کبد بله و مفسر وقت نگاه میکنید که در پاسخ به که خب چرا انسان باید در چرا نمیشود که انسان در راحتی خلق شود با یکی از پاسخ ها همیست است که انسان در رنج و سختی آب دیده میشه و کمال میرسه اصلا رشد رشد با رنج و سختی حاصل میشه یعنی ف... اون مثال لوبی که من به شما تا تلاش اول دیدید دادان لوبی اول پوست میترکانه بعد باز از خاک سر میزنه بعد جوان می همه اینا یعنی رنج درسته خب نظر در حد فکر میکنم کمتر از سه دقیقه هم فرصت داریم من یک سوال کوچک خود پرسان کنم بس. یک تمایل درونی در ما مردم شرقی و خراسان وجود داره به یک تقدیرگرا باشیم از طرف دیگه روایت های هم وجود داره مثلا انسان سعید در شکم آده خوشبخت است خوشبخت بدبخت در شکم مادرش بدبخت است میل در ما وجود داره برای که تسلیم قضا و قدر رو سرنوشت شویم و تلاش کمتر بکنیم چطور با این میل مقابله این میل از نوعی تنبلی برمیخیزد ببینید ما داریم که در آیات قرآن اشاره شده که تفکر رو فکر کنید بعد یک سری ویژگی برای اول الالباب صاحب به خاطر چی به خاطر که سختترین کال کار فکر کردن ما معمولا زمانی متصل به غذا و قدر میشیم که خودمان نمیخوایم بپذیریم که تقصیر از ما بوده ببینید اصل قضا و, و قدر اصلا اصل نه تا سختی و رنج تحمل کردیم نمیخوایم بپذیریم که تقصیر به دلیل ای, ای اتفاق به ای دلیل افتاد به ای دلیل مادر که خودم مقصر بودم این بحث قضا لا جبر لا تقدیر لا جبر لا تفیز بل با امر بین الامرین روایت معصوم علیه السلام است و سلام با بنیاد اعتقادی مذهب است خب ولی مشکل اینجاست که ببینید مثلا در بحث تربیت بچه‌ای در سن 5 سالگی به شدت بد به اصطلاح فهاشه به شدت حرفای رکیک و زشت از دهان او خارج میشه وقتی که مثلا به پدرم میگه من نمیفهم ای اصلا من احساس میکنم زاتنی این دهن است ببینید وقتی که میگه مثلا میگیم چرا بچه شما اینقدر پرخوشگره چرا همه اطفال میزه میگه ذاتن خشنه وقتی که میگه ذاتن خشنه یعنی تقصیر من مادر نیست تربیت اصلا من دخالت تصرفی نداشتم نمیفهم نمی یه نمی گاهی وقتا مثلا میگه نمیفهم چی گناهی کردم که تقاص فلان گناهم است بس لا هست مجزیر هستیم مثلا ببینید نه اینکه بگیم ما تقاص گناهالمون داریم بس چیزی رو اصلا زیر سوال نمی برمون با اساس اعتقادی مساله این نیست که بسیاری از موارد که ما ببینید اشتباهات خودمون رو متصل میکنیم به خواست خداوند به خاطری است که اگر بپذیریم که ما انسان مسیر اشتباه کردم من یه انسان درست تلاش نکردم من یه انسان کمکاری کردم یا هدفم چیزه مثلا تعیین هدفم اشکال داشت اگر بپذیریم که تقصیر از ماست باید زحمت بکشیم بچی اصلاح کنیم وقتی بندازون کردن شما به اصطلاح ساده من همیشه استفاده میکنم من نبودم دستم بود رو به خاطر چی به خاطر اینکه یعنی به راحتی خیلی راحت تر دیگه بلد. ساده تعین راهی بگیم تقصیر من نبود من نخواستم ولی اگر بگیم مبودم تقصیر من بود ما کردم و این نتیجه یعنی این حرکت من اصلاح کنید. از شما خب مخاطب قرار میدم خوب چرا درست نمی کنی چرا اصلاح نمی کنی چرا برنامه نمی... هلا که خودت فهمیدی که تقصیر است تو چرا تقصیرت پذیرفته و جبران نمی کنی اون بحث در بحث تربیت که همین مساله سی یک نکته رو فقط در پایان به شدت تاکید میکنم که اشاره بکنم ببینید در بحث پشتکار و تلاش و زحمت یک اصل تربیتی است که من البته در بنوهای قبلی هم یک زمان ایراد مطرح کردم ساده و کوتاه میگم سعی کنیم که ما این فرضیه رو یا نگرش رو به بچه انتقال ندیم که دنیا هتل پنج ستاره است و خصوصا در هتل پنج ستاره ما پدر و مادر گارسون هستم که تو هر زمانی اراده کنی فقط تنها وظیفه ای میست که تو هر چی را که تو بخواهیم و برای تو تامین کنم و تنها وظیفه ایم تامین کردن و تنها وظیفه تو فقط و فقط صرفا خواستن نه دنیا هتل پنج ستاره نیست دنیا زمینه ای است برای رشد کردن و رشد یعنی تلاش کردن و تلاش و زحمت و پشتکار شخصی خودت درست بسیار تشکر از شما بسیار مکرم. استفاده کردیم از شما دوستان عزیز هم بسیار تشکر می که بیننده برنامه خودتان بودید ان شاء الله برنامه های آینده هم از دست نمیدید با امری کارشناس محترم شما عزیزان رو به خداوند بزرگ میسپاریم در پناه خداوند مهربان باشید اللهم صلی على محمد و آل محمد. اللهم صلی على محمد.